چنچله و چنچله و چنچله سال پیش در برنامه شب بخیر ایران ها من توضیح دادم که پولدارها اصولا با احمقها بیشتر حال میکنن. راز بسیار بزرگی در اون برنامه فاش شد که در تمام کره زمین پولدارها برای اینکه بتونن مردم رو زیر سلطه خودشون بگیرند و آنها را بدوشند و اموال آنها را غارت کنند، اصولا احمق‌ها را به قدرت می‌رسونند. یعنی پولدارها از آدم‌های باهوش و آدم‌های ریستارتی و با خرد و اندیشه بسیار نفرت دارند. دلیلش هم یک فرمول بسیار ساده بود که در اون برنامه شب بخیر ایران توضیح دادم که باید برید گوش کنید. اما راز اصلی در یک خط این است که پولدارها احمق‌ها را به قدرت می‌رسونند و باهوش ها را کارمندان این احمق ها می کنند و این احمق ها بر مردم حکومت می کنند. هر زمانی که مردم قیام کنند، یکی از این مسئولین رد بالای احمق رو عوض می کنند و یک احمق دیگر بالا سر باهوش ها و مردم قرار می دن. اپوزیسیون میلیونیری سال تنها اپوزیسیونی است در این 800 سال گذشته که داره تلاش میکنه باهوش ها و باخرت ها و اندیشمندان مسئولین کشور شوند و احمق ها همانند گرگ ها که در سیاست موجودن به جنگل ها بازگردن. کلن تصوف و عرفان در طول تاریخ دو درس کوتاه داده است و هر کس این دو درس را گوش کند قطعاً اون دنیا را خواهد داشت. قطعاً یک اینکه برای نجات بشر باید به ریسمان الهی چنگ بزنن و نظریه ریسمان فیزیک. دو اینکه مردم یاد بگیرن که قنبل نکنن. در مقابل ادیان و در مقابل سیاست مداران، هر زمانی که مردم سرشون رو به اینها به سجده و کونهاشون هوا بوده، یعنی قنبل کردن، هم سیاسیون هم مذهبیون افراطی تپاندن و ساختار نظامی کشور رو به جایی بردن که بر گرده مردم سوار شده است و دیکتاتوری را به مردم نهادینه کردن. این دوتا رو یاد بگیرید همش حله. پس یک، به اون دو ریسمان چنگ زنید. دو، بی خودی قنبل نکنید. خوش آمد به 169 برنامه ریستارت، برنامه علمی و عرفان. Welcome my friend.